فعالان شیعی کشور هند جنایت کشتار کودکان شیعی هزاره در افغانستان را محکوم کردند. این فعالان پیرو مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام جنایت های اخیر علیه دختران دانش آموز را نتیجه پیروی از مکتب بنی امیه و یزید دانستند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. به رغم گذشته بیش از سه روز از جنایات ددمنشانه سنی تند رو علیه دانش آموزان شیه در افغانستان اما همچنان انتقاد و محکومیت علیه این اقدام ضد بشری در نقاط مختلف جهان ادامه دارد در همین راستا حجت الاسلام سید کلب جواد نقوی دبیر مجلس علمای هند با محکوم کردن حمله تروریستی به مدرسه کودکان بیگناه در پای تخت افغانستان گفت حمله تروریستی به یک مدرسه در ماه مبارک رمضان نتیجه پیروی از ایدئولوژی یزیدی است این افراد دشمنان آشکار خدا و اسلام هستند وی تاکید کرد ما این حمله تروریستی را به شدت محکوم می کنیم و به خانواده های دختران بیگناهی که در این حمله به شهادت رسیدن تسلیت میگوییم کلب جواد تصریح کرد نست کشی سازمان یافته شیعیان در سراسر جهان در جریان است اما همه سازمان های حقوق بشری کشورهای سکولار و حتی سازمان ملل ساکت هستند جای تأسف دارد که کشور هند نیز اعتراضی در این زمینه نمی کند وی از سکوت مسلمانان نیز ابراز ناراحتی کرد و افزود ما همیشه به ظلم اعتراض کرده ایم چه در فلسطین اتفاق افتاده باشد و چه در میانمار و سایر کشورها اما جهان اسلام در برابر نسل کشی سیستماتیک شیعیان سکوت اختیار کرده و این بسیار قابل تأسف و مزموم است دبیر شورای علمای هند ادامه داد حمله تروریستی به کودکان بیگناه و مردم بیگناه در ماه رمضان نشان می دهد که این افراد دشمنان خدا و از نژاد یزید هستند همانطور که ارتش یزید یک نوزاد شش ماهه را در کربلا به شهادت میرساند امروز تروریست های یزیدی تبار نیز کودکان بیگناه را به طرز وحشیانه به قتل می شایانه شایان ذکر است کابل اخیرا شاهد حمله وحشیانه بود که در آن دست کم 85 دختر دانش آموز و چند غیر نظامی به شهادت رسیده و در حدود 150 تن دیگر از دختران دانش آموز مجروح شدند.